مجموع اصلی ها در اصل باید با هم یه سنمی داشته باشن. خب کنترلر اول، کنترلر دوم، میخوایم الان بریم چیکار بکنیم؟ رومینگ رو روشون فعال بکنیم. چرا های اویلیبیلیتی فعال نمی‌کنیم؟ گفتم هنوز اکسس پوینتی نیومده وسط. بعد از اینکه رومینگ رو فعال کردیم، میریم اون اکسس پوینت ها رو هم تو اینا رجیستر می‌کنیم. های اویلیبیلیتی رو اونجا انجامش میدیم. ظاهرا هنوز کنترلر دومیمون بالا نیومده. اینم تریک عصبیه دیگه، تیک عصبیه دیگه. هی میزنی، هی میزنی، هی میزنی، مثلا فکر کنم 10 دفعه میزنیم زودتر بالا میادش. اوکی. خب. وضعیت اوکیه. یه سری به لایسنس ها میزنیم. لایسنس وضعیتش اوکیه. پس شما میتونید همین هم زیر بار بذارید دیگه. یعنی الان همین کار میکنه براتون مثل پلنگ. برای سناریو خودتون اوکیه. توصیه اینی که شما دو تا اپلاینس دارید، مثلا سومی رو میتونید بذارید روی ویرچوال. هیچ وقت این اتفاق نمیفته بیاد روی ویرچوال ها، ولی خب حالا ما برای آزمایش های خودمون بریم سمت رومینگ. تو قسمت کنترلر موبیلیتی منیجمنت، موبیلیتی گروپ، این قسمت رو در هر دو کنترلر میارم. کنترلر موبیلیتی منیجمنت، موبیلیتی گروپ. خب دقت بکنید، همون مشخصه که شما موقع این نصب داشتید میدادید، این که من موبیلیتی گروپ نیمم چی باشه، MG1، اونورم MG1، میبینید؟ الان باید اینو برای اون تعریف کنم، اونو برای این تعریف کنم، که این دوتا با همدیگه به قولی یه سنمی داشته باشن. اینجوریه که اکسس پوینت کنترلر اول، اگه یه نفر به اکسس پوینت کنترلر اول بس باشه، بره توی اکسس پوینت کنترلر دوم، چون این دوتا کنترلر همدیگه رو قبول دارند، پس میتونن اون رومینگه توشون اتفاق بیفته. خب من گفتم باید بیام تو اولیه دومیه رو تعریف کنم، باید برم تو دومیه اولیه رو تعریف کنم. چی رو تعریف بکنیم؟ الان بهتون میگم. مک ادرس، آی پی و هش کیه، اینو برای اون تعریف کنم. مک ادرس، آی پی و هش کیه، اونو برای این تعریف کنم. خب طبیعتاً این به قولی سه عامله شده دیگه، یه مقداری مخصوصاً اون هش کی خیلی مهمه. خب این از مک ادرس، مک ادرس رو بر میدارم میرم این بر. اینجا میگم نیو، میگه آی پی وی 4 یا وی 6 شو بده. خب ببخشید، میگه آی پی بده و من مک بزنم. مکش رو بگو اینجاست. آی پیش چیه؟ 192.168.112 بود دیگه، درسته؟ هشش رو هم میام اینجا کپی. این هشش چیه؟ یک اینجا حکم کلید رو برای ما داره، یعنی بر اساس یه سری قواعدی که اون بر هست یه هش کی تعریف کرده، باید حتما طرف مقابل این کلید رو داشته باشه. چون اینجوری مثلا همونطور که گفتم مجموعه دوم میتونه بیاد شما رو تعریف بکنه، درسته که شما اون رو تعریف نکردید یا اکسپتش نکردید. خب چجوری میتونه مجموعه دوم بیاد شما رو تعریف کنه؟ باید هش کیتون رو داشته باشه. مگه نه نداشته باشه دوتا اتفاق میفته، هیچ وقت اینجا آپ نمیشه. خب سلام، وقت شما بخیر. هش کی شما، یالا هیچ وقت اینجا آپ نمیشه. دومی که شما اونو قبول نکردید دیگه، درسته؟ پس الان همین الان مثلا فرض کنید که من حتی هشکی شما رو داشته باشم، هم چون شما به سمت من این رومینگ رو تعریف نکردید، این رومینگ استاتوسش چیه؟ داونه. پس باید بیام مشخصات این ور رو هم اون ور تعریف کنم. پس میام اینجا مک ادرس این رو
میدم به کنترلر اونور. الان میبینید دیگه عوض میکنم، متوجه میشید اینجا رنگ و منگ و اینا اوکیه، چون از این ور یا بعض وقت یه جور دیده میشه، از اونور یه جور دیگه دیده میشه. 192 168 111 دیگه آی پی طرف مقابل من و هشکی این ور رو هم کپی. اگر استاتسمون آب شد یعنی که این رومینگ اوکیه. همه الان میبینید که استاتوس آب نیست، یک کوچولو زمان میبره و حتی بعضی وقتا دیده شده که اگر دیدید این آب نشد، بیاید یه چک کنید از همینجا یه پینگ کنید طرف مقابلو، یعنی 192 168 112 رو پینگ سه تا فرستادم، سه تا سند، سه تا ریسیو. رفرشی بزنیم بریم از اون برم این برای پینگ کنیم، یه کوچولو طول میکشه. هر وقت این دوتا آب شد یعنی رومینگ اینا اوکیه. آب شد اوکی. خیلی وقتا هم اینی دوست نداره آب بشه دیگه، یعنی اون هم گفتم باید حتما والدین از شما راضی باشن. الان اون سمت یه رفرش میزنیم، اون برم آب. اون پینگر هم نمیزدیم، حالا یه خود میزش آب میشد دیگه، گفتم حالا یه افعی هم بیایم باید آب شده، باید آب شده باشه دیگه. بله بله بله. الان رومینگ ما هم را افتاد. پس تا الان کنترلر نصب شده، لایسنس شده، رومینگ هم را افتاده. بریم سراغ های اویلیبیلیتی. های اویلیبیلیتی هم اوکی بکنیم، بعد هم اینترفیس ها رو تعریف بکنیم. میخوایم اینترفیس ها رو تعریف کنیم، چون های اویلیبیلیتی رو بخوام الان تعریف کنیم باید اینا رو ریسیت بکنیم، بس کنیم. اینجا یه خورده وقفه میفته. بذارید همین الان که به قولی روون داریم پیش میریم، بریم اون اینترفیس ها و SSID ها رو هم تعریف بکنیم، دو تا SSID تعریف بکنیم، بعد بریم سراغ بحث رجیستر کردن اکسس پوینت ها و رومینگش.